بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر دختره کلم، چه خبره؟ اوه، دیگه تموم کردید دیگه، تبریک و نمیدونم این حرفا. عزیزم چقدر خوبه که برای مادراتون شما انقدر دوستشون دارید. خوبین؟ حالتون خوبه؟ مگه میکروفوناتون قفله؟ قفله؟ خب باز میکنم الان باز میکنم. خب شما خودتون خوبین؟ خودتون حالتون خوبه؟ بله. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. باش الان من چک کنم، یه دقیقه چک کنم. صبر کنی دختره گلم، صبر کنی، یکم صبر بکنید. معلوم دیگه روز مادر فرداه و خب آفرین، کادو درست کردی، دستت درد نکنه، چقدر خوب که کادو درست کردی. خب سلام، مرسی که میکروفونم میمشکه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بذار ببینم کیا اومدن. آنو روز شما مبارک. سلام مرسی. خانم شما بچه دارین؟ اگه بچه دارین روز شما هم مبارک. نه من بچه ندارم، مرسی. روز شما هم مبارک. مرسی عزیزای دلم، از طرف من به مادراتون کلی تبریک. خانم روزتون هم موقع که بچه دار شدید مبارک. مرسی، مرسی. اونهایی که اومدن رو دارم حاضر میزنم، صبر کنید که خانم من هم بزنید همه تون رو که تو لیست هستین. سلام خانم. سلام. سلام خانم. میخواستم یه کلیپی رو بهتون نشون بدم، هر کاری های. کردم کلیپ رو براتون دونی صفحه نیاورد. سلام خانم. سلام عزیزم. سلام خانم. میخواستم اینجا با هم نگاه بکنیم، اذیت کرد. آخیون. آره حالا هی دارم تلاش میکنم که اینو براتون بیارم. سلام خانم. خانم ببخش من تازه اومدم. اشکالی از موبایلتون ما هم تازه داشتیم. برای دوبار بکنی لطفا. بله حتما. سلام خانم. بله. سلام خانم من حاضرم. بله مرسی، مرسی. چه بویسش بازار تلفن رو دوباره علامت تلفن و دوباره وایسشون رو بیارم. باش باش. دو تا نیکاها اومدن درسته؟ بله حاضرم. بله 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 مرسی. یه شک کردم، شب شب من دارم اشتباه من دارم. سلام خانم من تازه اومدم. سلام یکی ها سما هستش؟ احساس میکنم سما. آره خانم فکر کنم سما هستش، تو دو تا کلاس قبلی که بودش. آه. البته فکر کنم، یادم نیست. نه مثل اینکه نیست. آره خانم با سری لحظه میکروفونش نمیان، حتی کنتر رونی کنی تلفونه میزنن لحظه مشکل میکروفونش روشن نمیشه. خانم اجازه جان میکروفونش روشن نمیشه. خانم نه خانم لحظه من نمه علاج هتو داره، یعنی کلا میکروفون نداره. خب میتونه درست بکنه دیگه، نداره. ولی من وقتی باز میکنم
باید بیای. الان میکروفونم رو بزنی دوباره باره چی؟ میکروفون براش میارم. آره میارم. تشکنه. من زنده ملان درست یاره یا یه راه آره من به هم دیگه یاد بدین به هم دیگه یاد بدین که چجوری که بقیه ببین مثلا اگه خانم اون میکروفون فعال کرد اون بالا میاد که میکروفون کاربران فعال شد. تو الان به جای اینکه علامت میکروفون اون پایین داشته باشی علامت هدفون رو داری بزن رو اون دو تا علامت میاد بزن روی میکروفون که بعد درست میکروفون رو بزن دیگه درسته بعد دیگه برات میاد دیگه من کمک میکنم مثلا اگر نداری بکو بزنی دوباره وارد بشی دیگه میتونی صحبت کنی خب سلام یا بزن اسم خودت یا بزن رو اسم خودت خانم اجازه روز شما هم مبارک منم بعد به شما تبریک بگم میگم روز شما هم مبارک خانم بزنم اگه مبارک چیو؟ همون فیلمی که میگه آره دارم تلاش میکنم شما یه کم صبوری کنید میکروفونم کار نمیکنم خودش قطع کرده خودش پس این به حرف میزنه نه میکروفونم تو قطع کنید مال میکروفونم به حال فکر کنم خانم خیلی ممنون متشکرم مرسی خانم الان روزتون مبارک من تازه وارد شدم وارد شدی خب خدا شد از سرنم مشکل هر کاری میکنم این ویدیوی که خیلی هم بامزه است تو نمیاره نمیدونم مشکلی من بذارم تو پنل من یه فکری دارم میذارم نه تو پنل نه خانوم یه کار کنی که حیات دوسته رو زمین میشه بذارید داخل کوب مدرسه نه دیگه اینجا باید چرا مگه شما پنل نمیدونی خب مگه یه کار کنی فرق بدونی بدونیم آخه اینجا خیلی طول میکشه نه الان نشد که نگاه بکنید خب گوش بدید الان که نشد نگاه کنید یا آدرسشو میذارم توی گروه مگه با پنل مشکلی دارید مگه توی گروه که ندید نه 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 نداریم آخه این تو هایی نمیتونه بریم رمز و عبور و کاربری رو بزنیم به معاملت برسیم الان نه که بذاریم بعد از کلاس بعد از ظهر فردا هر تایمی که شد تا هفته بعد وقت نه رمز و عبورم از جان واسه من خیلی ببخشید من میکروفونم کار نمیکنم رفتم بیرون میخواستم بگم من حالتم میتونم مبارک باشه ممنون حالا شما دارید تبریک میگید من که مادر نشدم بچه ها خانم مادر نید من با تو نمیدن دوباره ببرم خانم روز مادر رو خانومه حالا بچه ها فهمیدی روز مادر دیگه فهمیدی مادر و روز حالا روز زن و روز مادر فرها مرسی خانم میگم فردا شما روز مادر شما روزشون این دیگه شما میزنید روز مادر یا روز زن من که متوجه نمیشم خودمتون چی میگید بچه درمون یکی حرف بزنید یکی اجازه بچه امروز باشه روز مادری دیگه بچه بعد اجازه بگیم
دیگه آروم فهمیدید اجازه مادر من اول اجازه گرفتم شروع شوق دارید ما در امروز مادر تبدیل میگیم دیگه خانم من خانم چقدر خیلی دوست دارم خانم تک تک دوست دارم فقط لطفا ندونه صحبت کنید اجازه بگیرید که صدا ها اولین نفر من اجازه گرفتم بفرمایید روزه همون روز زن محسوب میشه بله فرقی نمی کنه به هر حال یه جور بهونه اجازه مادرها بچه بودن بعد زن شدن اجازه جان. بچه اونم بعدش باید با مادرش بچه همون اول خانم میشه مثلا میکروفون همون ببنی چون با هم حرف نیزنی من خواستم که امروز میکروفونتون رو باز کردم و گفتم با هم صحبت کنیم ولی اگر همه با هم صحبت کنیم اذیت میشیم سردرد میگیریم آروم تر با هم لینا جان شما کاری نداشتیم خاطر خانم بگم دونم دیگه باز حالا بزنم بهتون بگم بله بینی تا باز سر خب با هم دیگه نمیشه اینجا دارم هر بچه ها نوبت اونا میشه صحبت کنید من میکنم بکنم باید به صفتون کنم دیگه بگم اول این اول دوم و سوم صف بکنم باید بکشید خب الان که نشد ویدیو حالا بذار اینو بگم بعدا شما صحبت بکنید اینجا که نشد ببینیم چون همجا سر کلاس ببینیم و در موردش صحبت کنیم خب در مورد هم مشورت کردن بود اینکه مثلا اگر حالا واسه یه سری کارا مشورت نکنیم عاقبت کار چی میشه و اینها حالا دیگه نمیگم در مورد کارتون بعد میرید میبینید خب امروز میذارم براتون تو پنه فرصت دارین نگاه بکنین آخر هفته یه تایم بذارین فکر کنم 5 دقیقه یا 6 دقیقه زیاد نیستش نگاه کنین یه کارتونی که از کارتون رو من دوست داشتم شما نگاه بکنین حالا شاید بعضیاتون دیده باشید شاید هم ندیده باشید خب ولی امروز خواستم هم در مورد با هم مشورت کردن الان همین صحبت کردن شما خب مثلا من دوست داشتم که یه کار عملی انجام بدیم تو کلاس یه کار هیجانی که مثلا من دیگه حالا به عنوان بشینم یعنی کاری با شما نشه باشم یه 5 دقیقه یه تایمی ببینم شماها در مورد یه موضوع میتونید به تصمیم گیری برسید میتونید هم مشورت بکنید مثلا یه نفر یه پیشنهاد بده در مورد یه موضوعی خوب بعد بقیه مثلا نظر بدن مثلا فاطمه بگه آره اینجوری و اینا بعد بقیه موافقت کنن مخالفت کنن نظراتشون رو بگن ولی دیگه دعوا که دیگه نداریم خب مثلا یه موضوعی رو یکیتون پیشنهاد میده مثلا فاطمه پیشنهاد میده اونایی که موافقن که هیچ موافقن اونایی که مخالفن اشکالی نداره دلیل مخالفتشون چیه چجوری میتونیم آیا قانع کننده هستیم مخالفتشون اگر قانع کننده باشه خب مثلا از اون تصمیم کنارگیری میکنیم یه تصمیم دیگه میگیریم تا بالاخره به تصمیم مشترک دیگه تقریبا اکثرا یا همتون به اون تصمیم پایبند باشید برسید میخواستم این کار عملی امروز انجام بدیم حالا اول دوست داشتم کلیپ ببینیم که کلیپ نشد نیومد ارور میده نمیدونم چرا رو میتونه انجام نداد این کار رو برام ولی اشکال نداره خب فاطمه سوال داری دستت بالاه سوال داری بفهم فقط میخواستم مثلا بگم درس امروزمون راجع به اینه که مثلا شما یه چیز بگین بچه ها مخالفت کنن نه و مخالفت نه نظر خودتونو بگید نگفتم مخالفت کنین مثلا نیکا موافقه مانلی مخالفه سدنا موافقه مثلا خودتو موافقی نظر خودتو میگی ولی قطعا بین نظرات شما یه مخالف وجود داره حالا میخواییم ببینیم که اگه که مخالفتی پیش اومد ما چجوری باید برخورد بکنیم که دیگه با هم که دیگه دعوا نداریم که داریم مثلا یه تصمیم گیری میخواییم بکنیم دیگه حالا توی این تصمیم گیری باید چیکار کنیم؟ مشورت کنیم مشورتمون به چه شکله؟ میخوام اول کار شما رو ببینم یعنی در واقع درسایی که ما داریم با هم دیگه میخونیمشون باید تو زندگی استفاده کنیم مثلا مثلا توی خونه میخواید مشورت کنید شما هم بلد باشید یه مشورتی بدید یه نظری بدید پیشنهاد بدید به خانواده که اصلا شاید اون پیشنهاد شما انجام بشه شاید روی اون تصمیم گیری بشه میخوام این
پروسه رو با همدیگه انجام بدیم. خب مثلا میگه در مورد تکلیف صندوق پستی، معما رو دوست داشتین، داستان رو گفتم یه معمایی باشه، آخر هفته با خلاقیت خودتون حالا داستان بنویسین. مثلا شما دوست داشتم از خلاقیتتون هم استفاده کنیم، مثلا حالا از زبون یه صندوق پست حرف زدن خیلی جالبه. خب اون که دیگه موجود زنده نیستش که صحبت بکنه، ولی شما از طرف اون حرف بزنه قشنگ میشه. حالا مثلا نارو صندوق پستی داشتیم، من تکلیف ندارم، شما خودتون گفتید. نه تکلیف نبود عزیز دلم، معما بود، امتیازی اجباری شما نداشتید داخل همه، من اجباری نبود، توی گروه گذاشتم، چهارشنبه گذاشتم. من دست منم لولاست، دونه دونه بپرسی، منم دونه دونه جوابتون رو بدم. خانم من میتونم سوالم بپرسم؟ شما بپرس. میگم که میتونم من نظرم بگم که چیکار کنیم؟ آره حتما، فقط یه دقیقه صبر کن. به اونایی که میگن که تکلیف ندادید، این تکلیف نبود، یک معما امتیازی بود، اجباری هم نبود. من نگفتم همتون باید برید دنبالش انجام بدید، ولی گاهی اوقات ممکنه آخر هفته ها اینجوری مثلا حالا یه چیز جالبی باشه که شما مثلا با تفریح به چشم تفریح به اون نگاه کنید، معمایی باشه یه خورده مثلا یه مثلا چون فردا روز مادره، میتونیم راجع به اینکه چه کادوی واسهشون درست کنیم. آره تصمیم گیری فرقی نمیکنه، هر حالا مناسبت روز مادرم هست میتونیم. حالا بعضیا میگن بعضیا گرفتن، حتی حتما نباید کادو بدیم به مادراتون که خانم بیدونم که بیشون داریم و باید یه جمله مهربونانه بهشون بگیم، هم خودش کادوه. من خودم بچه گوش بدیم، من خودم یه بار بود خب شرایط اینو نداشتم که مثلا برای مادر خودم بخوام چیزی مثلا حالا بگیرم یا حالا بخوام بخرم. آفرین. نقاشی، حالا من نقاشیم خیلی خوب نیستش، خب از اولم خیلی استعداد نقاشی نه، خودم اینو قبول دارم، میکشم ها، ولی اونقدر مثلا مثل بعضی شما که خیلی خوب بلدید نه، اون شکلی نیست. خب نشستم یه نامه، یه مثلا با کاغذ یه چیزایی درست کردم، مثلا نگاه کردم رمان دارم، کاغذ رنگی، مقوا و اینها، اینا رو سرهم کردم بکنم. از نماره همسانسال شماها بودم فکر میکنم. خب وقت اینو نداشتم، بعد امتحان داشتم یادم نبود که مثلا باید این کار انجام میدادم، دیگه خلاصا نشستم با هرچی وسیله که دور انداختنی هم بود نشستم اونو درست کردم. خب انقدر خودم خوشم اومد، بعد انقدر مثلا مامان خودم خیلی خوشحال شد، اصلا از یه کادوی بزرگم واسش خوشحال کننده تر بود. خب که مثلا با چیزایی که فکرشو خودم نمی کردم یه چیزی از اون دروردم، توش نشستم نوشتم با خط خودم که مثلا از زحماتت ممنون، دیگه حالا تشکر زبونی که خب دیگه در کار مامانا رو واقعا توجیه نمیکنه، ولی همون از دستم برمی اومد انجام دادم. خب حالا به شما هم میگم حتما لازم نیست که حالا یه کادوی باشه، اونایی که میتونن دوست دارن بگیرن خب خوبه بگیرن، نه اصلا با یه زبون با یه حالا ابراز مهربانی خانم بریم بگیریم، فقط میتونیم با بابا هم بریم مثلا با بابا هم مشورت کنیم چی بگیریم با هم. من نیتی نمیدونم ممنون آنیتا جان دلم دلم خدا همه شما رو گذاشته بود یه چیزی درست کرد، منم باش درست کردم، بعدش بر روز مادرم میشه هدیه دارم، منم چیزی که روز آمده بعضی از این گذاشته رو درست کردم و میخوام بر مامان شعرم براش نوشتم، یه چیزی هم درست کردم، میخوام امروز یه کاردستی دیگه هم درست کنم. سدنام و محسان دستاشون بالا، خانم دستاشون بالا، بعد لنا، نیکا اینا دستاشون بالا، مانلی همه تو دستاتون چرا بالا؟ تازه دیدم. خب
خب به ترتیب بگید دیگه. بله صد نام بگو عزیزم، دونه دونه من صدا میکنم شما رو. من میخواستم یه موضوعی رو حد بدم. خب صد نام گوش بدید. این موضوع هم برای روز مادر مناسبه و هم برای های دیگه خلاقیت و هنرم هسته. اما ما میتونیم چی بکنیم؟ مثلا کیک میتونیم بپزیم. اینا این هم مطلبه در به اگر آشپزی بلدی خیلی خوبه. من بلد نیستم. آنو من دستم بالاست. چشم داریم بینه دیگه. خانو من فقط بلدم با بیزم چیزی رو بکنم. بچه خیلی جالب بودم. دارم برای مادرم کادو درست میکنم. بله بگو عزیزم. میخواستم بگو عزیزم. با آدم با هم خیلی حس داریم. مثلا حس مراحتی خوشحالی بلدی نقاشی بکشیم، کاردستی درست کنیم، چیز تزیم کنیم. بسی بگو عزیزم داره. میخواست من و عمه میخواست کیک درست کنیم، ولی نمیدونستیم مثل ترزینش چکار کنیم. به خاطر همین هم من نکسلو برده بودم و با نکسلو و جود فرنجی من رو ترزیم کردیم و خیلی من خوشمزه خوب شد. آیه سی برم بود. خانو من میتونم بگم؟ بگو روزانه. خانو من میتونم من چند تا عکس از مامانم داخل تبلتم داشتم. داخل برنامه که داخل نصبش کرده بودم باش میتونم ویدیو درست کنم. عکس ها رو به هم وصل کردم، روش آهنگم گذاشتم، رو تایبش هم نوشتم روز مادر پیشابیش مبارک. میخوام اونو بفرستم واسه مامانم. چقدر خوب، چه کار خوبی کردی. آفرین، از فکرتون استفاده کنید. خوشن برنامهش میشد. آره. خب بعدش که میخواست بگه آنو بگو. من میخواستم کسایی که نظر دادن. خب بانو میشه منو بگی؟ محسن گفتش. خانو نمیذاری من هیچ وقت نظر خودم رو بگم، یه با هم بذاریم من نظر بگم. دارم دونه دونه میگم عزیزم. محسن الان نمیخواد بگه. خب لنا شما بگو. محسن الان کجا رفتی؟ ها بگو. اصلا بگم من میخوام یه زیر خانو من الان میتونم راجع به تکلیف مهارت یه صحبتی بکنم. بذار لنا داره صحبت. میگه شما میگی نمیشه. به نظر من موبایلتون اگه موبایل داری از موبایلتون اون فیلم رو بزنی، مثلا چون دوربین بیاره اونم صدا داره، اینجوری معلوم میشه. چه پیشنهاد جالبی لنا داد. مرسی لنا، ممنون. نه محسن دستش بالا بود، گفتم اگه صحبت نکرده میتونه صحبت کنه. خب دونه دونه است که دونه دونه با هم بگیم و متوجه نمیشه. من میتونم بگم من الان اصلا هیچی نگفتم خانو. خب دونه دونه محسن گفت. خانم میشه بگم؟ بگو شما هم بگو. شما هم بگو. خب محسن هم بگم که بعد از محسن هم بگم خانم. بله بعد از محسن شما بگم. مامانم زیاد با هم نیست درست چه کادوی بگیریم. درست باید اینکه درست به حرفش گوش بدیم، درست همه ما خوب بخونیم. اگرم تونستی بولم زیاد بود با بابا میکنیم مثلا بیرون مغازه براش یه چیزی بخریم برای روز مادر. من چون پول دارم ولی بابا شخص سر کاره، شبا میان خونه، مجبورم که خودم کار دستی درست کنم. روز مادر با تولد میگم تولد روز مادر با عروسی عمم یکیه. آخه روز مادر پنجشنبه است، بعد عروسی عمم هم پنجشنبه است. عروسی میخوام بگیرم. من واقعا تعجب کردم پنجشنبه مامانم مهمونی دعوت کرد. حالا همیشه شادی باشه برات. خب بنی تا این چه چهره یه به خودت گرفتی؟ خانم
خانی یا شما بگو دستت بالای خانم من میشه بردش من رو بگیم خواهیست که شما بگو بردش دستم بالا عجب گیری کردین زیادی ها شدید حواسم نبود خانم بعد از محصا قرار من بگم بفرما آیستان جان من و بابام توی هایپر یه لباسی دیدیم میخوای اونو برای مادرم بخریم برای روز مادر چقدر خوب رفتید قشنگ لباسرم دیدید و قشنگ برنامه ریختید که بخرید خب خانم من چی بخرم؟ پانیا بگه عزیزم بعد مانمی خانم ببینید من دارم هی برای مادرم کاردستی درست میکنم هم دیشب رفتم کاردستی درست کردم براشم دارم الان براش نقاشی میکشم کاردستی درست میکنم بعد میخوام از بابام بریم بعد میخواییم بریم من و بابام فروش یه لباس قشنگ برای مامانم بگیریم آفرین خوش به حال مامان من میخواییم بچه رو درست کنیم خب خانم میشه حالا من میگم من میتونم بگم خیلی وقت دستم بالا خب نسترن مانلی نیکا اینا همه تون دستاتون بالاه منم دونه دونه میتونم گوش بدم دیگه پس مشکلی نیست دونه دونه میگید منم میشنوم بفرمایید مانلی بگو عزیزم من میخوام واسه حتی وای که ندارم میخوام واسه مامونم یه عالمه کاردستی جور با جور درست کنم یه عالمه کاردستی جور با جور چقدر ذوق میکنه دیگه ماما آفرین خب بگو نسترم نیکا برای نسترم به تکلیف دامون صحبت کنم اون دفعه داده بودید من نوشته بودم وقتی که گفتش صندوق پست راه افتاد من نوشتم اون باید بره در خونه ها وقتی که مردم میان نامه هاشون بندازن ولی داستان رو اینطوری نوشتم که وقتی میخواست بره از پنجره ها دید که دیگه همه دارن با گوشی، تبلت، لپتاپ سریعا میتونن زنگ بزنن بعد مثلا اینطوری برای خودشون پیام بفرستن اینطوری خیلی سریع تر از نامه پسته اون یاد قبلن افتاد که با پرنده های نامه بر چیز میکردن اون موقع اداره پست نبود و الان باید درک میکرد که چون پیش رفته تر شده دیگه از این چیزا استفاده نمی کنن از لپتاپ و تبلت و گوشی استفاده می کنن آفرین چه خوب نظرم نظرش خانم من میتونم بگم نیکا اون یکی نیکا اول بگه که توی صف بود به قولی خانم تایپ کرد دیگه طاقت نیاورد تایپ کرد خب خانم میگم که من میتونم بگم بگو تارا شما عزیزم ببینین من الان میتونین تصویرم رو باز کنین یه حیوان دارم خودچه هندیه میخوام بهتون نشون بدم تو تصویر خب تارا شما خودت شرایطت مناسبه من وبکم بدم آره مناسبه داری چیز رو سرت داری مغمه سری شاید آهان چیزی رو سرم داشتیم آره چیزی رو سرم داشتیم بذاری برم مغمه مدرسم رو سر کنم خب میشه به هم فیتها رو منم باشم آخو خواه هدیه مامانم نشون بدم میشه چیکار خواه کنی؟ خواه هدیه مامانم به شما نشون بدم هدیه رو میخوای نشون بدی باشه خب آنی تا نظرت رو بگو عزیزم شما بعد نیکا بگیر میخواست صحبت کنه نظر من اینه که من یه نقاشی کشیدم برای مامان و مامان بزرگم هر که تو خانواده مامانه یا خانومه براش نقاشی کشیدم و در نظر من که همون نقاشی هم کافیه بله بزرگ لازم نیست باشه همون نقاشی که شما با عشق کشیدی زحمتش رو کشیدی فرق نمی کنه زحمت حتما نباید حالا پولی یا کادویی باشه
همون کلی مادر رو خوشحال میکنه. خب نیکا میخواست بگه باشم منم مقعه دارم. باشه عزیزم. خب امروز دیگه رو کیف میکنی. خب بگو نیکا. خانم دیگه میتونیم مثلا این کار کنیم، مثلا بریم یه جوری مثلا یه فروشگاه خیلی بزرگی، مثلا من میخوام با خانوادم برم همین فروشگاه، من میخوام برای مادرم مثلا یه چیزی بگیرم. چون هم درست میشون بگم بهتون سب کنم اینو همین خانم. خانوم من اومدم. اومدی؟ خب خانوم همین من خواستم همین بگم. میتونی عزیزم. بنیتا تو الان در چه حالی؟ من نگرانت شدم بنیتا. خب میتونی وبکم بدی ها؟ میتونی. من میخواستی نشون بدی؟ صداش هم داره میاد. آره یه خوچه هدیه. الان نگاه کنید رو لپتاپ داره تایپ میکنه. یا تایپ کن. ده ده عجب تایپی عجب. خب بذار ما هم ببینیمش دیگه تارا. اینا ها البته بابام چیز نداره، لپتاپش دوربین نداره، نمیتونم نشون بدم، ولی این یه تایم خیلی زیبای میخوی تهنگی منه عجب. اسمش گولیوسه. چی اسمش؟ گولیوس. گولیوس آخه نزا خوبی هلنا؟ حالت من خواستم نقاشی هدیه که من به مامانم دادم به تو نشون بده. خانم من تصویر یک دست رو نمیبینم. خانم من تصویرش نیست. خانم من تصویرش تصویر هلنا رو نمیبینی؟ نه خانم نه. خب بذاری من مت کنم برای خودم و فقط شما هلنا رو ببینید. خب به من نشون بده ببینم. من دستور خودی شما هم دارم. یه نیم بسید 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 من یه نقاشی کشیدم که یه دختر توی زمستون و یه دخترم هستی توی غروبه.
من وسطش رو سفید انداختم با یه چسب شکلی، اونجا رو گذاشتم، بعد رنگ کردم. بعد یه چیزی دیگر گذاشتم که وقتی مامانم گذاشت میکنه ببینه. توش نوشتم مادر فرشته، مادر خوب، مادر زحمتکش، از خدا هم بهتر، دوست من، مادر شما عالی، مادر بهترین کسی هست که از من مراقبت میکند، روز مادر مبارک، قلبم توش مادره. من نمیخوام هدیه‌مو نشون بدم. نگه داریم دیگه، نگه داریم که بعدا بهشون بدیم. الان وقت نمیشه دونه دونه نشون بدیم. ولی حالا هلنا خون ما گوش کردیم، چیز جالبی بود. فرانیتا هم که میگه دم دستم نیستش. خب خانم من میتونم، من دم دستم میتونم بعد از نسترم بگم. میخوای بخونی چیزی نوشتی؟ چیزی که چیزی نوشتی میخواید بخونی؟ خوندنیه؟ نه یک بعضی هم میگن اصلا نه من نمیخوام نشون بدم، میخوام نگه دارن. نه من سورپرایز کنی. خب بذاری سورپرایز کنی. خب آقا الان نشون بدیم، فقط من میبینم. خب خانم لطفا قرار شد آخه مشورتی با هم یه کاری بکنیم، جیب کارمون نمیرسیم که. تا وست بشی طول میکشه عزیز دلم. بذاریم کارمونو بکنیم. خب بعدا اگه دوست داشتی میتونیم برام بفرستی من ببینم. خب باشه اینجوری نیست. خیلی خب سمو بودی تو کلا؟ من نه واسه مامانم نامه هم مینویسم. آره نامه هم خیلی نه خانم یه چیزی میتونم بهتون بگم؟ یه دقیقه صبر کنی ببینم. سما کجا بودی تو؟ نبودی؟ من تو کلاس بودم. چرا؟ اولش بودی قیاب کردم نبودی. خب خانم اینترنت هم قد شد، رفتم دیجون سجمه. خیلی خب دختر ای گفتم حالا گفتم در مورد مشورت کردن نوشتنیه. الان یه خورده بحث کردیم راجبش که حالا بعضی ها مثلا شما با حالا خواهر اگه دارین یا برادر یا حالا با پدر مشورت مثلا میکنید که چی بگیریم یا چی کار کنیم، ممکنه بعضیاتون این کار رو انجام بدید. خب حالا من یه مسئله رو بهتون میگم. شما توی کلاس 5 دقیقه فرصت دارین با هم مشورت کنید، نتیجه رو به من اعلام کنید. خب میکروفوناتون رو باز میذارم، میتونید تایپ هم بکنید. اگه همه با هم صحبت کنید که کسی چی متوجه نمیشه، بعد من بعد از 5 دقیقه میام تو کلاس، اگه بگید که شلوغ شدن چی متوجه نشدین دیگه هیچی، یعنی شما نمیتونید مشورت کنید. یه موضوع میدم بهتون 5 دقیقه، یعنی الان 10:40 دقیقه است. زود بگو. خانم میتونیم گروهشیم صحبت کنیم؟ نه الان همه تون با هم توی این کلاس، ببینم چجوری میتونید انجام بدید. میخوای گروه بندی بشیم؟ خانم ببخشید چیکار کنیم؟ خانم انجام بدیم؟ گروهیمون کنید، گروهی تصمیم بگیریم. آخه اینطور خیلی آره گروهی بهتره. الان گروه بندی کنم به نظرتون تو اتاقای مختلف بعضی تو ممکنه نیاد. بزنم تر آخه پیدا
کنه. قبلا امتحان کردیم تو اتاقک های رومی بعضیاتون نمیدونم حالا اضافه نشدید تو اتاقک، بر همین درد سر داره یه خورده این اتاقک. بعد یه بار انجام بدم ببینم که همتون میاید تو اتاقک ها یا نه، ولی الان مطمئن نیستم که همت گروه بندیتون بکنم همتون بیاد. میتونید توی مثلا اینکه سر صدا نشه یکیتون مثلا حالا مدیریت بکنین، یکی دو نفرتون مدیریت بکنین، فقط اون یکی دو نفر صحبت بکنن. موضوع سختی نیست. خیلی خوب باشه. باشه اشکال نداره. محسن فکر می‌کنم هلنا باشه. آره هلنا میخوام چه گروه هلنا بدیدانم محسن و هلنا مدیریت میکنن که در مورد این که محسن و هلنا گروه رو مدیریت بکنید، یه کلاس بیشتر رو مدیریت کنید، در مورد این که مثلا در مورد این که حالا همگی مثلا موضوع یه داستانی که میخواییم بگیم در مورد موضوع حالا اینکه مادر باشه بهتره. خیلی ساده است موضوع تو سخیست در مورد روز مادر یه داستان بتونید بگیم، یا در مورد یه لاک پشت توی جنگل، زندگی یه لاک پشت توی جنگل. من رفتم چند دقیقه دیگه میام. خدا خدا دیگه از من الان ما باید با گوی بزن با هم دیگه حرف بزن دقیقا باید چی کار کنیم؟ من مادر عزیزم تو نقاش زندگی من هستی، تو من رو کشیدی برای زندگی،
برای نمودی و تشکیه بیان و در تشکیه بیان تو هر کشیدی تو نقاش زندگی من هستی نقاش زندگی من هست دارم اش فقط نیست آلی بابا حالا تو هم نظاره تو اینجا بنویس بچه ها فقط یه دقیقه وقت داریم یعنی پنج دقیقه وقت داریم به نظر من بچه ها کسی که میخواد بخونه یا حرف بزنه ببخشید من این نظر شما باید بلید دارم من این تعریف کنم من صدای کیه؟ بچه من یه دسته مشخص رو تعریف کنم در مورد روز مادر شما باید داشته نه نه من الان خیلی باشیم باشیم مابینا میکروپونت خرابه از مال مابیناست بچه ها توی به حرفم گوش نمیدیدا نفترت کنیم به وران بسه روز مادرش چیز بگیه ولی نمیتونست بره چون که باباش کارگاه بود بعد نمیدونست باید چی کار کنه به خاطر همین بابا سیره دوریختنی یه کار دستی بکش کرد اون با اون کار دستی با اون کار دستی ریختنی ها دوباله ها که سمیز بوده یه مامانش درست کرد اون بدنش رو با دیوان درست کرد دستاش رو با چوبه نخ یعنی با چوب درست کرد موهاشم با نه تو دوم بگو تموم شد نه تموم نشه وقت دوم حالا بعدش اون داد به مامانش یعنی بعدش هم نمیدونست چکار کنه کارد چجوری کاغذ رنگی بیاره اونو کارد کنه باز کنه بعد ببینه نمیدونست باید چکار کنه به خاطر همین باز گفتش که من از کاغذ دوریختنی استفاده میکنم تا مصرف نکنم بعد اون با اون کاغذ دوریختنی یه چیز یا این کاغذ دیگه من خانوم کاغذ رنگی رو دارم کاغذ هرانا یه رو بزادم هستم خانوی خانا دست داریم مشورت منو نکردی خانم نداشتم من حرف میزنم هرش داشتم حرف میزدم خانم نداشتم من حرف میزنم خانم نداشتم من حرف میزنم
You are now on. خانم ببینید، من داشتم یه داستان میخوندم که داستان میخوندم تا تهش، بعد اینو نمیذاشتن همش داشتن حرف میزدن. من لحظه بذارید، من داستان رو میگم. من در مورد تو آلفا خیلی بده. بذارید من بقیه داستان رو بگم بشه؟ خب داستان رو ببینید، الان بگیرید که در مورد روز مادر بگید داستان. بله. خب در مورد روز مادر توی خنده براتون جا میذارم. خب هر کسی حالا میتونی از داستانی که الان سر کلاس خوندی کمک بگیرید و حتی یه صفحه هر چقدر برام اندازش مهم نیست. بذاری من نگاه کنم. باشه. خانم چی بذارین به بخشی؟ الان قرار هست شما خانم تکلیف من خانم اجازه؟ خانم من نمیفهمم شما چی؟ خب گوش کنید. خانم اجازه بذاری من حرفمو بزنم. بگیرم هلنا میگه شما تایی کنید ولی خوش بگیر اینا با سیده که یاد بگیر که چشکالی هم نداره. من که اصلا ناراحت نیستم از بس خانم تحکیلی زمین خانم نیست ناراحت باشه. وقتی کلاس تو خانم خوش بگیر پس در مورد روز مادر یه داستان میتونی تخیلی باشه، میتونه واقعی باشه، فرق نمیکنه، ولی جالب باشه خوبه. اگه داستانی از خودتون خاطره دارید که جالب بود اونو برام بنویسید. خب بنویسید و هنه جان میزنم که شما اینو برام بذارید. حرف خانوم گوش نمیدن که ساکت شن، یکم آروم باشن، چای کنید، میکروفونتون رو خاموش کنید. این چه کلاسی آخه؟ به نظر شما این بهترین کلاس توی جهانه؟ نه. اگه ما دختر خوب باشیم توی کلاس به حرفای خانوم کلاس خوب باشیم. خانوم من یه چیزی میخوام بگم. خب الان اگر کسی که متوجه شدید میتونید بریم از کلاس. اگر متوجه نشدید من دوباره یه بار دیگه میگم. قرار شد که شما در مورد روز مادر داستان بنویسید. حالا داستانتون میتونید خاطره واقعی خودتون باشه
که من دوست دارم جالب باشه. اگه خاطره جالبی دارین اونو بنویسین، اگه ندارین میتونین یه دونه تو ذهن خودتون تخیلی که خودتون دارید از روز مادر هر چی که باشه برمه. خانم حالا من میشه حرفم بزنم؟ خانم میگم که مادرم حافظ همینه میاره، هی هم میگه که یه جوری میگه به این میگه شما تایپ کنین، ما تایپ میکنیم، خودش میخواد یه قصه بگه، ما میگیم بنویس، ما میگیم مثل پس اونجوریه، مثل ما هم تایپ کن، نه اینکه تو حرف بزنیم ما تایپ کنیم. اگه من گفتم من رفتم شما داستان بگیم، گفتم من رفتم شما مشورت کنیم. کار مشورت نمی کرد، هلنا میخواست یه داستان بگه و اینکه اگر میخواست بگه باید مثل ما تایپ میکرد، چون خودش هی میگفت تایپ کنی. و اینکه من هم همیشه وقتی میام تو این کلاس ناراحت میشم، چون که همه بچه ها با اصلا مشورت هم نکرد و همه بچه ها با هم حرف میزنن، سرم درد میگیره، من دیگه نمیخوام تو کلاس شما باشم. خانم من یه سوال داشتم، اینه که گفتی در مورد مادر الان بهتون بفرستیم یا نه کلاس تمام شد؟ نه میذارم به عنوان ترکیب تا جمعه بفرستیم من بخونم. بله نه تا جمعه وقت داریم. چیه؟ من یادم رفت پرد شده. مرسی خانم، دیگه من سوالی ندارم، خداحافظ. تکلیفمون میگم چیه؟ گفتم در مورد موضوعی که خودتون انتخاب کردید روز مادر میتونید یه داستان بنویسید. حالا داستانتون میتونه خاطره خودتون باشه، میتونه یه داستانی که خودتون ساخته باشه. بله. ممنون.